شنا کردن به این معناست که شما میتونید یک زندگی را نجات دهید. در بسیاری از شهرهای نروژ، همان ریستن شهر، پناهندگان به کورس‌های شنا می‌روند. با دوستان خود در حوض آب بازی کردن لذت بخش است. اما اینا قرار است شنا کردن هم یاد بگیرند. ما تا حالا تمرینات شناور شدن، قفسی و خزیدن در آب را آموختیم. اما حالا قرار است به پشت خود راز بکشیم و خود را حرکت دهیم. شهروالی استنشهر این کورس ها را برای پناهندگان تازه وارد برگزار کرده است. این کورس ها برای دختران و پسران عرضه می کردند. ما خوش‌شانس هستیم به خاطر اینکه ما در کشور خود به این خوبی شنا کرده را نیاموختیم. ما حالا می توانیم شنا کنیم. من به کورس شنا می روم. و حالا به خوبی شنا میکنم. چقدر خوب، من خیلی چیزا یاد میگیرم. من هم بر روی کمر و هم بر روی شکم میتوانم شنا کنم. آمار سازمان کمک های مردمی نشان میدهد که سال گذشته 90 نفر در نروژ غرق شدند. محمود هفته پیش شانس آورد. او در ساحل استنشهر در حال غرق شدن بود. من 3-4 متر دورتر از آن توپ زرد شنا کردم. بعد احساس کردم که آب سرد بود و من دیگر نمیتونستم خود را حرکت دهم. سپس به زیر آب رفتم، اما یک کلیستانم تلاش کرد تا مرا کمک کند. اما او طریقه درست نجات دادن را یاد نداشت. بنابراین من او را به زیر آب کشاندم. اما لاش مرا دید و به سمت ما شنا کرد و من را به خشکی آورد. نروژی ها رابطه نزدیکی با دریا و اقیانوس دارند و پیشتر آنها می توانند شنا کنند. اما این برای پناهندگان یک امر عادی نیست. شهروالی معتقد است که شنا باید بخشی از برنامه آموزشی مقدماتی باشد. ما می‌بینیم که در آب ممکن است که اتفاقات زیادی رخ دهد. پس خیلی مهم است که قادر به مراقبت کردن خود و فرزندان خود باشید. و شاید بتوانید دیگران را هم از غرق شدن نجات دهید.